همچنین متفکرین و روشنفکران بزرگ مصر با صدور بیانیه‌ای انقلاب جوانان رو مورد تایید قرار دادن. تلویزیون الجزیره در گزارش دیگری گفت که تحول سیاسی قابل توجهی صورت گرفته و یک رهبری سازمان یافته از جوانانی به وجود اومده که در میدان تحریر تجمع کردند. این رهبری شامل 10 تن از جوانهایی هست که جنبش رو در 25 ژانویه هدایت کردند. اونها دارن تلاش میکنن که یک کمیته شامل 20 شخصیت ارشد و متخصصین در زمینهای مختلف رو تشکیل بدن تا به اونها در امر گفتگو و تدوین خواسته هاشون کمک بکنن. این اونطور که عنوان شده به عنوان تحول مهمی محسوب میشه. اگر اکثر کمیته هایی که قبلا تشکیل شده شامل جوانان نمی شده. به گفته تلویزیون دولتی مصر، دبیرکل حزب دموکراتیک ملی مصر که حزب حاکم این کشور هست، اعضای کلیدی اون استعفا دادن. این استعفا شامل پسر حسنی مبارک هم میشه. حزب دموکراتیک ملی که در سال 1987 تأسیس شده، از اون موقع تا به حال بر کشور مصر حکومت میکرده. کاخ سفید از استعفاها در سطح کادر رهبری حزب ملی حاکم بر مصر استقبال کرده و اون رو یک گام مثبت در مسیر ایجاد تغییر در مصر دونسته. روزنامه مصری الیوم نوشت که یوسف پتروسقالی وزیر سابق مالی مصر از صندوق بین المللی پول استعفا داده. همچنین روزنامه الاهرام مصر خبر داد که وزارت مالی مبلغ 5 میلیارد لیره برای خسارت دیدگان تظاهرات اختصاص داده. روزنامه دیگر، روزنامه الشروق، خبر داد که نیروهای ارتشی مردم را از بمبی در مسجد عمر مکرم، یکی از محلهای تحصن در میدان تحریر، مطلع کردند و اون بمب رو خنثی کردند. به گزارش تلویزیون CNN، مصری‌ها در نیویورک هم صدای خودشون رو بلند کردن. اونها در مقابل مقر ملل متحد تجمع کردن و 2 ساعت در زیر بارون و در هوای سرد به تظاهرات خودشون ادامه دادن. گفته شده که پیام اونها ساده بوده: حسنی مبارک باید کنار بره. مردم در این تظاهرات و تظاهرات مشابه اون در سایر کشورها همبستگی خودشون رو با قیام مصر اعلام کردن.